سلام به همه به ویدیوی جدیدم از سری سوالات گواهینامه آلمانی خوش اومدید امیدوارم که حالتون خوب باشه توی این ویدیو سوالای 172 تا 186 رو براتون ترجمه میکنم با من همراه باشید ویدیو رو لایک کنید کانال منو سابسکرایب کنید و کلید زنگوله رو بزنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید سال 172 beim Befahren eines Tunnels nähern sich einem Stauende. Wie sich? میشه انتهای راهبندان. ترجمه سال به این صورت هنگام رانندگی داخل یک تونل به انتهای یک راهبندان نزدیک میشید. چگونه رفتار میکنید؟ جواب اول ونن اون تونل فلسن. دور میزنیم و تونل را ترک میکنیم. این اشتباه توی تونل دور زدن ممنوعه. همشند متو ابشتن اون از فسوک در انتهای راهبندان موتور خودرو رو خاموش کرده و وسیله نقلیه رو ترک می خب این اشتباه دلیلی نداره اونجا ماشینتون رو خاموش کنید و وسیله نقلیتتون رو بذارید برید. این اشتباهه جواب سوم وان بلینک لشhaltenن چراغ خطر رو روشن می این درسته. ص هفتادسه وقوف مسن زی بیدن به لویکتونگز عینقشتونگن ایقس فاتسویکس ای میشه تأسیسات یه سیستم نور که میشه همون چراقایی عقب و جلوی خود خودرو و چراغایی راهنمای خودرو ترجمه سوال به این صورته به چه چی چیز سیستم نور وسیله نقلیهتوٚن باید توجه کنید زی زاو زوبزین باید تمیز باشن این درسته باید چراقا تمیز باشن اون چراغ عقب و جلو یا راهنما باید تمیز باشند. زیموسن فونکسیونز تشتیگ زین باید سالم باشن یا قادر به عملکرد باشن اینم درسته زیموسن فشخفت مسیگ انگیبغخت زین باید طبق قانون نصب شده باشن اینم درسته صݚا هفتاد و چار وودویی کن اوخمد اپ لند لشت توسط چه چیزی ترافیک مقابل میتونه حتی با چراغ نورو پایین کور بشه یعنی دیدش مختل بشه جواب اول دوی فلش بلادون توسط بار زدن اشتباه این درسته یعنی اینکه شما قسمت عقب ماشین رو زیاد سنگین کنید قسمت جلو میره به سمت بالا و نور چراغ مستقیم میخوره به چشم راننده های مقابلتون جواب دوم دوی تو هوخ انگشتلت شاین ورفه توسط چراغ خیلی بالا تنظیم شده اینم درسته خیلی از خودروها هستن که داخل یه دکمه ای دارن که میتونید چراغ جلو رو بالا پایین کنید وقتی چراغ رو خیلی بالا تنظیم کنید نور میخوره مستقیم به چشم راننده های مقابلتون جواب سوم دوی فلش زست گلو لامپن زست گلو لامپ میشه لامپ نصب شده ترجمه این جوابم به این صورت توسط نصب اشتباه لامپ اینم درسته اونم باعث میشه که ممکنه نور چراغتون مستقیم بخوره به چشم راننده مقابل 175 ان اینم بان او بگنگ شونگت این بان به دینسته ته ویس خود ویس فانه. واس بلویت دیز. بان بگنگ که میشه تقاطع جاده و راه آهن. بان بدینستته میشه معمور یا اون کارمند راه آهن. فانه میشه پرچم. ترجمه سال به این صورته. سر یک تقاطع جاده و راه آهن. یک کارمند راه آهن. پرچم سفید قرم سفید رو تکون میده. این چه معنی میده؟ جواب اول زی دوفن دی گلایز فوزیختیگ او شما اجازه دارید از خط راه آهن با احتیاط عبور کنید این اشتباهه جواب دوم دی فان هد نو به دویتون فدین لاک فوغا لاک فوغا میشه راننده قطار ترجمه جواب به این صورته پرچم فقط برای راننده قطار معنی میده یا معنی داره اینم اشتباهه زی موسن فور دن بانو بگنگ وارتن شما باید جلوی یا قبل از تقاطع جاده و راه آهن توقف کنید این درسته چون وقتی اون معمور راه آهن داره پرچم تکون یعنی که داره قطاری میاد و شما باید توقف کنید 176 ون موسن زی فو این بانو بگنگ چه زمانی باید قبل از تقاطع جاده و راه آهن توقف کنید؟ جواب اول ون غوت دس بلینکلیخت اوفلویختت زمانی که چراغ چشمک زن قرمز روشن میشه این درسته جواب دوم ونزیخ دیش خنکن زنکن زمانی که بازوهای دروازه پایین میان این هم درسته تو این تصویر ببینید به اینا میگن بانش خنکه این دوتا میلهی که میاد پایین و جلوی عبور خودروها رو میگیرن که این قطار بتونه عبور کنه از اینجا به اینا میگن بانش خنکه حالا من بازوی دروازه ترجمه کردم خیلی دیگه بهش میگن میله دروازه جواب سوم Wenn ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne schwenkt. Samonike Kormann de Rohan ahan Jek Parcham-e Sefit-qir-me te mide hame i ke dare qatar pas shom o haft sie nähern sich einem Bahnübergang mit Blinklichtanlage und Halbschranke. Das rote Blinklicht leuchtet auf halbشانک است نه geöffویف که میشه همون سیستم نور چشمک زن که اونجا یک نور قرمزی هست سر تقاطع جاده و آهن که قرمز هست و چشمک میزنه شخنکه میشه اون بازوی دروازه که نصفه باشه و آفلوتن هم میشه روشن شدن. ترجمه سالال به این صورته شما به یک تقاطع جاده و راه آهن، با سیستم چراغ چشمک زن و بازوهای دروازه نصفه نزدیک میشید. چراغ چشمک زن قرمز روشنه، بازوهای نصفه دروازه هنوز باز هستن. چگونه رفتار میکنید؟ حالا تو این تصویر رو ببینید، ببینید اینجا بازوی دروازه نصفه هست. حلب و به اینم میگن به این چراغ قرمزی که چشمک میزنه حالا تو این تصویر فقط قرمز روشنه ولی در اصل این چشمک میزنه به اینم میگن اون سیستم چراغ چشمک زن Blinklichtanlage. Job Abwahl, den Bahnübergang überqueren, wenn kein Schienenfahrzeug in Sicht ist. شینن فاتسوی میشه وسیله نقلیه‌ای که روی ریل حرکت میکنه که میشه همون قطار ترجمه این جواب به این صورته وقتی هیچ قطاری دیده نمیشه از تقاطع عبور میکنیم این اشتباهه جواب دوم فوردم اندریاس کویتس واتن جلوی صلیب اندریاس توقف میکنیم این درسته weiterfahren, solange دی Halbschranke noch geöffnet ist. تا زمانی که بازوهای نصفه هنوز باز هستند، به رانندگی ادامه میدیم این هم اشتباهه شما باید توی همچین موقعیتی جلوی اون صلیب اندریاز توقف کنید 178 این بان بدینستتا شونگت ان این بانو بگنگ این غوت لویخت واس بدویت دیز یک کارمند راه آهن سر تقاطع جاده و راه آهن یک چراغ قرمز رو تکم میده این چه معنی میده؟ جواب اول زی dürfen دی گلیز vorsichtig او شما اجازه دارید از خط راه آهن با احتیاط عبور کنید این اشتباهه دی روت لوخته هات فور سی کاینه چراغ قرمز برای شما هیچ معنی نمیده اینم اشتباهه زی موسن فور دم بان اوورگانگ شما باید جلوی تقاطع توقف کنید این درسته توجه کنید وقتی معمور راه آهن داره یک چراغ قرمزی رو به سمت راننده تکون میده یعنی که باید همه توقف کنن داره قطار اونجا میاد 179 زی نهن زیخ اینم بانو بگنگ دسن شخنکن گی افنت زند وی فهلتن شما به تقاطع جاده و راه آهنی نزدیک میشید که بازوهای دروازش باز هستن چگونه رفتار میکنید؟ جواب اول فوردن بانو بگنگ مسته. اگر به خاطر راه بندان مجبور به توقف روی آن بشیم، جلوی تقاطو توقف می کنیم. یعنی وقتی می بینید اونجا داره راه بندان میشه و اگر شما برید، مجبور میشید روی ریل توقف کنید. توی همچین موقعیتی باید جلوی تقاطو توقف کنید. اصلا وارد تقاطو راه آهن نشید. این درسته. این درسته. weil in solchen Fällen der Straßenverkehr اما Vorrang hat. با سرعت کاهش نیافته یا بدون کاهش سرعت به رانندگی ادامه میدیم چون در چنین مواردی همیشه ترافیک جادهی حق تقدم داره این اشتباه قطار ایج موقع اونجا توقف نمیکنه که ماشینا اول عبور کنن این اشتباه میت مسیگه گشوندگیت هرانفان که به با اوباختن با سرعت معتدلتر یا با سرعت کمتری روی خط راه آهن میریم به مسیر قطار توجه میکنیم اینم درسته شما احتیاط رعایت میکنید 180 بای انه هرونگ ان اینن بانو بگنگ بگیند زیخ zu زنکن وی فهالتن زی هنگام نزدیک شدن به یک تقاطع جاده و راه آهن بازوی دروازه شروع به پایین آمدن میکنه چگونه رفتار میکنید؟ دو تا جواب داره این سالمون جواب اول این یه رمفل به شلوی در هر صورت شتاب گرفته به رانندگی ادامه میدیم خب این اشتباهه فور من غیاس که خویت سلیب اندریاز توقف میکنیم این درسته؟ 181 انده این فرد این 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 بید شتید دست اندریاز که خویت این بید شینن فسیگه حبم فوغنگ وس حبمزی چوبه عختن ایندوستخیگ میشه منطقه صنعتی یا شهرک صنعتی سوزت میشه علامت یا نشانه اضافی یا تابلوی زمیمه ترجمه سال به این صورته جلوی ورودی یک منطقه صنعتی یک صلیب اندریاس قرار داره با یک تابلوی اضافی منطقه صنعتی وسایل نقلیهیٚ که روی ریل حرکت میکنن حق تقدم دارن باید به چی توجه کنید توجه کنید این متنی که داخل این دوتا ویرگول نوشته شده این دوست خیگ بیت شینن هم فوقنگ منطقه صنعتی وسایل نقلیه که روی ریل حرکت میکنن حق تقدم دارن این روی اون تابلو اضافی نوشته شده واسه همین این متن رو داخل دوتا ویرگول می نویسن. به این صورت که اونجا یه صلیب اندریاس هست با یک تابلوی اضافی که روی اون تابلو اضافی این متن نوشته شده که اینجا منطقه صنعتی هست و قطارها حق تقدم دارن جواب اول ان بان اوگنگ نو مت مسی یه روی تقاطع های جاده و راه آهن فقط با سرعت معتدلتر تر حرکت میکنیم یعنی از تقاطع ها با سرعت کمتری عبور میکنیم این درسته جواب دوم شینن فاتزایگ هابن ان آلن گنگن فورانگ وسایل نقلیه که روی ریل حرکت میکنن یعنی همون قطارها در تمام تقاطه ها حق تقدم دارن این هم درسته جواب سوم کرافت فاتزوگ هم ان بانو و گنگن اون اندریاس کرویت فورنگ خودروها سر تمام تقاطه های بدون صلیب اندریاس حق تقدم دارن این اشتباهه همیشه قطار حق تقدم داره مهم نیست که اونجا این تابلو یا این صلیب اندریاس باشه یا نباشه قطارها همیشه حق تقدم دارن 182 زی فارن اوف اینم والدویگ و نهن زیخ اینن بانو بگنگ اون اندریس کرویت وی فرحالتن زی زیخ شما توی یک مسیر جنگلی رانندگی میکنید و به یک تقاطع جاده وراه آهن بدون صلیب اندریاس نزدیک میشید. چگونه رفتار میکنید؟ جواب اول اون وایترس دوخفارن دا شینن فاتزوگه هیر وارتپلیختیک سینت. ohne weiteres یعنی بدون هیچ کاری بدون انجام کاری ورت پلیختی یعنی موظف به انتظار یا مجبور به انتظار ترجمه جواب به این صورت بدون هیچ کاری عبور میکنیم چون قطارها اینجا موظف به توقف هستند یا مجبور به انتظار هستن این اشتباهه جواب دوم مت مسی یا هران هرانفان و به او آب ابزیخ این شینن نهرد با سرعت کمتری میریم روی ریل و دقت میکنیم که آیا قطاری در حال نزدیک شدن هست یا نه این درسته شما احتیاط رو رعایت میکنید جواب سوم هاشن اب زیخ دوی پفایفن او لویتن این شینن فتسک انکندگت هاشن میشه با دقت گوش کردن یا گوش تیز کردن پفایفن میشه سود زدن حالا اینجا منظور بوغ قطاره لویتن میشه به صدا در آوردن ناقوس یا زنگ زدن ترجمه جواب به این صورته با دقت گوش میکنیم که آیا قطار حضورش رو یا آمدنش رو توسط سود زدن یا زنگ زدن اعلام میکنه یا نه اینم درسته ببینید فایفن میشه سود زدن و لویتن هم میشه زنگ زدن اون صدای زنگوله رو میگن لویتن اگر منظورم رو درست متوجه نشدید توی یوتیوب بنویسید فایفن و لویتن یکی از اون ویدیوهایی که قطار رو نشون میده ببینید بعد بهتر متوجه میشید سود زدن و زنگ زدن قطار چیه من میخواستم این صدا رو همینجا روی ویدیوم بذارم ولی اجازه ندارم اگر بذارم یوتیوب دیگه اجازه نمیده ویدیو رو آپلود کنم توی کانالم چون میگن این قسمت مال شما نیست و حق چاپش مال شما نیست مال کسی دیگه ایه 183 وی فهالتن ان اینم بانو بگنگ دسن شخنکن گشلوسن زند سر یک تقاطع جاده و راه آهنی که بازوهای دروازهش بسته هستند چگونه رفتار میکنید؟ جواب اول بای دونکل هایت مکلیست اف شتندلیخت شلتن شتندلیخت میشه چراغ پارک خودرو. رو ترجمه جواب به این صورت توی تاریکی در صورت امکان چراغ پارک خودرو رو, رو روشن میکنیم واسه اینکه نور چراغ راننده های روبرو رو اذیت رو نکنه این درسته درباره چراغ پارک خود رو توی سوالات عکس و ویدیودار توضیح کامل دادم دیگه نیازی نیست دوباره توضیح بدم سوالات عکس و ویدیودار توی کانال تلگرام هستم میتونید اونجا ببینید جواب دوم فکرزغم اوسنتسن دیخت فور شخنک وارتن فضای ترافیک رو کامل استفاده کرده و خیلی نزدیک جلوی بازوی دروازه توقف میکنیم این اشتباهه نباید به اون بازوی دروازه خیلی نزدیک بشید فوردم اندریاس شت خواستن این جلوی صلیب اندریاز توقف می کنیم. اتصال خیابانهای های فرعی رو باز می یا جلوی همون سراها رو باز می این درسته. شما فوردم انخی از که باید جلوی صلیب اندریاز توقف کنید. نه اینکه خیلی نزدیک به بازوهای دروازه. 184. هشتاد و چار. ون دوفن زی این انبشخنگتن بان او nachdem einzug durchgefahren است. چه زمانی اجازه دارید از یک تقاطع راه آهن با سیستم چراغ چشمکزن بدون بازوی دروازه عبور کنید بعد از اینکه قطار عبور کرده یعنی تقاطع بازوی دروازه نداره ولی چراغ چشمکزن داره حالا وقتی قطار عبور میکنه شما چه زمانی اجازه عبور دارید جواب اول زوفورت نخ دورخافت دس زوگس auch wenn das rote blinklicht noch leuchtet durchfahrt میشه عبور یا گذر ترجمه اینجا به این صورت بلا فاصله بعد از عبور قطار حتی وقتی چراغ چشمک زن روشن باشه این اشتباهه جواب دوم زوبال در که انفرد اخو وند از نخ به محض اینکه ترافیک مقابل حرکت کنه حتی وقتی چراغ چشمک زن روشن باشه این هم اشتباهه شما باید به راننده های دیگه توجه نکنید باید توجه کنید ببینید اونجا قانون سر اون تقاطع چی میگه حالا جواب سوم میخونیم ببینیم چیه ون دس روت بلینک است وقتی که چراغ چشمک زن خاموش شده باشه این درسته وقتی اون چراغ خاموش شد بعد شما میتونید حرکت کنید 185 زی نهن زیخ اینم بشخنگتن بانو بگنگ و موسین زی wenn ون زی بای verkehr auf فرکر اوف zum Stehen kommen شما به یک تقاطع راه آهنی نزدیک میشید که بازوی دروازه داره. وقتی که در زمان راه بندان روی تقاطع یا روی خط راه آهن متوقف بمونید کجا باید توقف کنید؟ یعنی اینکه شما میدونید اگر به رانندگی ادامه بدید به خاطر راه بندان مجبور میشید روی ریل توقف کنید. یا همچین موقعی کجا توقف میکنید؟ جواب اول اون متلبا فوردن شینن. دقیقا جلوی ریل راه آهن این اشتباهه جواب دوم این در ده شخنکه جلوی بازوی دروازه یا اینکه خیلی نزدیک به بازوی دروازه این هم اشتباهه جواب سوم فورم اندقی از جلوی صلیب اندریاس این درسته همیشه باید جلوی صلیب اندریاس توقف کنید 186 سال آخرمون ان اینم بانو بگنگ این در تقاطع راه آهن داخل شهر بازوی دروازه بسته است کجا باید توقف کنید؟ جلوی آخرین تابلوی فاصله با تقاطع راه آهن بینید بچه به این تابلوی باریک سفید که خطای غیرمز دارن به اینا میگن باکه. توی سه تا فاصله مختلف از تقاطع راه آهن اینا رو میبینید وقتی فاصلتون با راه آهن 240 متر باشه اینو میبینید که سه تا خط قرمز داره وقتی کمی نزدیکتر میشید فاصله 160 متری میبینید که دو تا خط داره و 80 متر مونده به تقاطع میبینید که یک خط قرمز داره این تابلوی که سه تا خط قرمز داره این میشه اولین تابلوی فاصله اولین باکه میشه و اینی که یک خط قرمز داره این میشه آخرین باکه یا اون آخرین تابلوی فاصله با تقاطع جاده و راه آهن که اینجا توی جواب اول به ما میگه جلوی آخرین تابلوی فاصله با تقاطع راه آهن یعنی 80 متر مونده به تقاطع شما توقف باید بکنید پس این اشتباهه جواب دوم فور ارستن باکه یعنی شما 240 متر مونده به تقاطع جاده و راه آهن توقف میکنید خواهی این هم اشتباهه این میشه جلوی اولین تابلوی فاصله با تقاطع راه آهن جواب آخرمون درسته که میشه فورم اندقی از کویت جلوی صلیب اندریاس همیشه شما جلوی صلیب اندریاس توقف میکنید نه خیلی نزدیکتر و نه دورتر خب اینم از 15 سال این ویدیومون تا ویدیوی بعدی باهاتون خداحافظی میکنم خدا نگهدار